24مین سالگرد روز تاسیس قواهای مصالح جمهوری تاجیکستان در ناحیه فخر از مراسم گلچن برگزاری نزد پیکره اساسگذاری دولت سامانیان اسماعیل سامانی آغاز یافت. سپس در تالار قصر فرهنگ ناحیه بخشیده به این روز با اشتراک سابقه‌داران مهنت، کارمندان کمیسریت حربی ناحیه، معارفجان، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها مجلس تنتنوی دایر گردید. در جامعه دانه رئیس ناحیه فرخور بخشیده با 24مین سالگرد قواهای مصالح جمهوری تاجیکستان ساکنان ناحیه را تبریک گفته قید نمود که امروز جوانان با حس بلند وطن دوستی خدمت وطن مادر را ادا می نمایند. نسل زمان استقلال با سویه علم و دانش، معرفت و جهان بینی، سطح تفکر و آداب و اخلاق افتخار ما می باشند. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با در نظر داشت سهم جوانان در رشد جامعه و اشتراک فعالانه آنها در حیات سیاسی و اقتصادی مملکت پیشنهاد نمودند که سال 2017 سال جوانان اعلان کرده شود. بخشیده به روز تاسیسیابی قواهای مصالح جمهوری تاجیکستان در محیط ایدانه کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سابقه‌داران مهنت همین ساحه از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه با افتخارنامه و مکافات‌ها سرفراز گردانیده شدند. در قسمت فرهنگی چورابینی تربیتگرندگان مؤسسه های تسلیحات تومکتبی و مؤسسه های تسلیحات میانه عمومی ناحیه با برنامه ایدانه کنسرتی خاطر اشتراکچیان را شاد گردانیدند. جشن 24 سالگی تاسیسیابی قواهای مصالح جمهوری تاجیکستان در سال 2017 که مو پیشنهادی سرفرمانده اولی قواهای مصالح جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال جوانان اعلان کرده است و با 20 سالگی جشن وحدت ملی میلادی فرابخش خواهد بود. جوانان ما آینده دولت و ملت میباشند. باید دانند که وطنداری، وطن دوستی، رسیدن به قدر سرزمین اجدادی و حفظ حمایه آن برای هر یک فرزند بانند و ناموس وظیفه مقدس است. همین را قید کردنی هستند که سالهای آخر تعداد جوانان وصف قواهای مصالح جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد گرده است. این چونین گسترده نوازکاران وصف قواهای مصالح جمهوری تاجیکستان به حکم انعنه در آمده بسپردن تحفه‌ها، لباس‌های دانه و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و فراغتی برگزار می‌گردد که این افتخاری بلند است. همزمان همسالا بیش از 40 نفر جوانان اختیاراً به سوی قواهای مصالح جمهوری تاجیکستان برای خدمت وطن و مادر می‌آید به کورس‌های آموزشی رانندگی جلب کرده می‌شود که در برابر خدمت حربی صاحب کسب می‌گردد. در این روز با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، کمیسریت حربی، صاحبکاران و این گروه مادران به دیدبانگاه سرحدی رقم 4 با دسترخوان ایدانه به عیادت سربازان آمدند. ما امروز یک گروه زنان و مادران ناحیه فرخور از خوراکای ملی که ملی تاجیکی خودمون در خانه تیار نموده برای عیادت افسران و سالداتان دیدبانگاه رقم 4 آمده. می خواهیم که همه افسران و سالداتان را به مناسبت 24مین سالگرد روز ارتش ملی تبریک و مبارکباد نموده با آنها صحتی و سلامتی خواهانیم و می خواهیم که آنها در این کشور تنج و آرام ما آسوده خدمت مادر وطن را ادا نموده با صحت و سلامت به نزد پدر و مادران خود گشته روند. در این دیدبانگاه مادران با شرایط خدمت سربازان و جای خواب آنها از نزدیک شناسایی پیدا نمودند. من امروز به خواهش خودم به نزد عسکر بچه‌ها آمدم چون که از حیات زندگی اونها با خبر شوم. برای اینکه فرزند من یک سال شد که در ناحیه رش خدمت کرده ایستاده است و دلم پر شد که جای گرم با جای خواب خوب تامین است. خوراکایش اون هم دیدیم خیلی خوب است. من مینادارم از پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که اینقدر برای فرزندان ما غمخوری میکند. من احسن به مادران میگویم که فرزندانشان برای خدمت وطن روان میکنند. در این روز سربازان این قسم نظامی برای بالیدگی خاطر مادران صحنچه های تیار نموده خود را نمایش دادند. همچنین لحظه ای را از حیات خدمت خود برای حمایه سرحد نزد حاضران نمایش دادند. من سرجان مرادوف طولی اکنون سال میشود خدمت و فعالیت میکنم در دیدبانگاه چهارم و با دولت همسایه خدمت و فعالیت میکنم. ما از جناب عالی بی‌نهایت مینت داریم. با اون تمام کمبودی‌ها شرایط رو مهیا کرده است. ما
زاین هول یگون کام بودی نداریم چقله کی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان پیشروی ملت گفته است به خطری دولت از سر حد وابسته است. بگذار هر یک جوان مردی شیردل بیاید قرض وطن مادر را ادا بکند. باز چقله کی با شما معلومه ما یگون تاخیری نمیکشیم. همه وقت شرایط مسوزه دو ماه سه ماه پس با رخصتی میرویم مدت یک هفته نه یگون شکایت هم نداریم. رحمت با جناب اولی کی مورد دستگیری میکند نسبت ما غمخوری دارد. در این روز برای سربازان از جانب صاحبکار محلی عبدالخان شریفوف ضیافت ایدانه داده شد که دسترخوان ایدانه سربازان را پر کرد. کارگران اداره فرهنگ ناحیه باشند با بزم و سرودهای وطن دوستانه خاطر سربازان را شاد گردانیدند. چون این دیداربینی در دیگر دیدبانگاه های قسم های نظامی که در حدود ناحیه هستند دایر گردیدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه فرخور برای برنامه اطلاعاتی نوید.